دوستان گلم سلام، امروز میخوام به درخواست شما عزیزان نون باگت درست کنم از صفر تا صد. بریم که با هم دیگه طرز تهیهش رو ببینیم. خب اولین کاری که میکنیم سبوس جو. من امروز از سبوس جو استفاده میکنم. سه قاشق غذاخوری، یک قاشق چای خوری مایه خمیر، نصف قاشق غذاخوری نمک، یک پیمانه حدوداً 200 میلی لیتر شیر. خوب مخلوط میکنم اول. خب بعدش 400 گرم آرد الک شده رو بهش اضافه میکنم. به جای شیر شما میتونید از آب سرد استفاده کنید، اما من یه مقداری خونگیش کردم، شیر اضافه کردم. یه مقداری دیگه دوباره شیر بهش اضافه میکنم به دلیل اینکه پودر جو، همون آرد جو یا سبوس جو نیاز بیشتری به آب یا شیر داره. نصف پیمانه شیر دوباره بهش اضافه میکنم. این در واقع 400 گرم آرد بود، 300 میلی لیتر شیر. ببینید؟ اگر که شما از آرد سفید استفاده کنید، همون یک پیمانه شیر کافی هستش. تمامی این موادی که دارم باهاش خمیر میکنم، آرد و شیر و آب و مایه خمیر، همشون داخل یخچال بودن. یعنی از یخچال آوردم بیرون، مستقیم شروع کردم به خمیر کردن. حالا این خمیر 3-4 ساعت نیاز به استراحت داره. خب درشو میبندم، میذارم 3-4 ساعت استراحت کنه. با یک قاشق چای خوری مایه خمیر داخل یخچال خمیرم به این شکل به عمل اومده. ببینید؟ دوستان من دو تا نون باگت گذاشتم داخل کانالم، اما دوست عزیزی که درخواست کرده بودید که 0 تا 100 نون باگت رو دوباره بذارم، امروز دوباره میخوام براتون درست کنم، 0 تا 100ش رو بهتون بگم. خب ببینید، بعد از اینکه اینطوری با یه مقداری آرد ورزش دادم، استراحت دوم بهش میدم به خمیرم 1 روب. هیچ ورزی من ندادم به این خمیر، اولین ورزیه که من دارم میدم به خمیرم. خب حالا اینو میذارم که دوباره استراحت کنه. اگر درخواستی دارید، پیشنهادی دارید، حتما تو قسمت کامنت ها برای من بنویسید. از همتون ممنونم. به این شکل. ببینید یه پارچه تمیز روش میندازم، بذارم 1 روب استراحت کنه. خب حالا من به دلیل اینکه سینی فرم کوچیکه، دوتا رو میکنم 3 تا به این شکل. خب حالا به راحتی باز میشن. خمیر رو من به اندازه 1/2 متر باز کردم.
و از این بالا خیلی آروم ریز میپیچم. ببینید هر چقدر که ریز باشه و فشار ندید نون باگتتون خیلی خوب میشه. خب حالا اینو من میذارم داخل سینی فر. اول لباهاشو قشنگ میبندم که موقع پخت باز نشه. به این شکل قشنگ نیم متر. ببینید خب بعد از اینکه هر ستاشون رو به این شکل درستشون کردن یه پلاستیک اینطوری روش میندازم و یه پارچه تمیز میندازم میذارم به مدت 15 دقیقه دوباره استراحت کنه تا زمانی که فرم گرم بشه. خب اینم بعد از 15 دقیقه استراحتی که به نونام دادم. ببینید و الان با یه چاقوی چیزی یه چند تا اینطوری برش میدم. و یه مقداری آب میپاشم اینطوری روش. آماده است که ببرم بذارم طبقه وسط فری که 15 دقیقه قبل به درجه 150 سانتیگراد گرمش کردم. مدت پخت این نون نیم ساعت هستش. خب بعد از این که از فر رو بردم بیرون تا داغ هست یک کوچولو خیلی کرد طوری آب بهشون میزنم. ببینید به خاطر اینکه یه مقداری براق بشن. دوستان من دو تا نون باگت دیگه تو کانالم دارم. امروز به درخواست شما عزیزان باز دوباره 0 تا 100 نون باگت رو درست کردم براتون. ببینید تا دست میزنم همینطوری خودش خورد میشه بس که پفکی شده این نون. ببینید بافتشو ببین. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله کنارش هم بزنید که هر وقت من ویدیو جدید میذارم به دستتون برسه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.